السلام علیکم، صبح همه شما بخیر. مجله صبح پل ارتباطی میان شما و مسئولین. در آغاز بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای داغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود را بیننده بودید و به شما نشر شد. قسمی که در پنجشنبه روز قرار داریم، مخاطر صافی با شما هستم. پل های ارتباطی ما در این برنامه 0791 300 654 و نشانی پیج ما /onetvmorningmagazine و یا هم بدری مجله صبح بنویسید و پای پست مرتبط به موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ما هم در جریان بحث امروزمان با مهمان ما در برنامه در جریان میگذاریم. از اینکه شما هم میتونین به گونه زنده و مستقیم با ما تماس بگیریم، پس فرصت به شما مساعد است، میتونین زنگ بزنین و یا کامنت ها و نظریاتتان را در کامنت در پیج ما با ما در میان بگذاریم. ما با مهمان خود در میان میگذاریم و مهمان امروز من در این برنامه سخنگوی وزارت فواید عامه، موضوع برنامه ما چگونگی وضعیت شاهراه سالنگ، آقای مهدی روحانی هستن. خغلی روحانی تاسو ته ښه راغلاست وایمه که د نن ورځې د خپرونې بحث له دې ځایه پیل کړو چې د سالنګ سړکونو یا د واټ د خرابوالي لامل څه دی؟ تشکر د خپل د مینې ډک سره مو تاسو او تاسو درنو همکارانو ته او د یک تلویزیون قدرمن لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې نیک او روغ سارې پیل کړی وي. در مورد گذرگاه سالنگ، رهبری وزارت فواید عامه جناب یاری سیفسی طرح عمده ما در قسمت شورا و گذرگاه سالنگ داشتیم که خوشبختانه در عرصه طرح خود ما تا حال موفق بودیم که طرح اولی ما بدیل راه تونل سالنگ است. تا وقتی که ما بدیلی برای راه گذرگاه سالنگ نداشته باشیم، نمیتونیم او را به طور اساسی ما او را حفظ مراقبت و به طور اساسی او را بتانیم بسازیم. و ما اساس است که طرح اولی ما راه بدیلش که سرک دوشی لابامیان به طول 152 کیلومتر است، به خاطر ساختش به 6 بخش تقسیم شده که بخش اول و بخش ششمش توسط شرکت های بین‌المللی چند قلب به حضور داشت جهات ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد شد و به می نزدیکی ها کارایشان شروع میشه که فعلا هم شرکت ماشینریشان را انتقال داده که بعضی کندان کاری ها و پرکاری هایشان جریان داره نظر به اقلیم. بله، جدا از این مواردی که پیشرفته به خاطر بازسازیش دلیل خراب بودن، جدا از این که وقتی که زمانی که باید از استفاده می شد هم گذشته، دیگه چی دلایلی بوده میتونه؟ دقیقا گذرگاه سالنگ از لحاظ ارتفاع بلندترین ارتفاع در سطح منطقه داره. به ما اساس است که این تونل سالنگ در سالهای گذشته توسط شوروی سابق ساخته شده بودند برای حجم ترافیک و یک وزن مشخص ساخته شده بودند. بنابراین امروز حجم اصلی، دیزاین اصلی تونل سالنگ برای 4000 اراده ماشینری بودند که امروز ما شما شاید بیش از 8000 اراده ماشینری مختلف نو، هم ماشینری باربری و هم مسافربری از این مسیر تردد میکنه. یک موضوعش است و موضوع دومیش هم انفجاراتی که قبلا در داخل تونل سالنگ صورت گرفته بودند که باعث بعضی درزهای طولی و عرضی به وجود آمدند در سقف تونل سالنگ که در فصل سرما بعضی آبچکانی صورت میگیرد در بالای فرش تونل سالنگ که یگانه دشمن فرش اسفالت آب می باشه و از طرف دیگه در فصل زمستان که با چینای یخشکن استفاده میشه باعث تخریبی بیشتر جاده ها می باشه. و از لحاظ اقلیمی در اونجا مشکلات خاص خود ما داریم و اسفالت جوابگو نیست، بنابراین نیاز به آهن کنکرت داره. اگر او رو ما آهن کنکرت کنیم، حدودا 2 سال برای هموطنان عزیز ما مسدود می باشه. به مو اساس تا راهی بدیلی ما نداشته باشیم، هیچ امکان نداره که ما بتونیم بهتر اساسی رو بسازیم. سپاس آقای روحانی. یک تماس داریم بنزیم روی خط تلفن، متاسفانه که تماس از اینا قطع شد. ما در برنامه منتظر تماس های شما هستیم. فرصت به شما فراهم شده تا بتانین در رابطه با شاهراه سالنگ پرسش ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارین. سخنگوی وزارت فواید عامه با ما در برنامه هستن، ایشان پاسخگو می باشن با تک تک سوال های شما و نظریات شما. حال هم یک تماس دیگه داریم، میریم میشنویم کی از کجا به تماس شده. سلام بفرمایین. تلویزیون که موږ په پاکې نه پوهېږو، نو دغه یو سندره به هم راتنده شه چې د وطن یې نغمې ویلي ورو
تاسو لاری کې مننه کوم خبرونه مو تقریبا ټولنیز او سیاسي خبرونه ده کومه غوښتنه چې تاسو لاره زموږ همکاران یات منوري د تقسیم اوقات په لړ کې یا په سکیجول کې به تاسو ته ځای درکړي خو په خبرونه کې ولې نه په پښتو ژبې هم خبرې کوو د خبرونه مخ ته وړو او ښاغلی روحاني را سره په خبرونه کې دی د سالنګ لوی لارې د وضعیت څرنګوالي په تړاو نن خبرې کوو که تاسو هم پوښتنې او نظریات لرئ کولی شئ له موږ سره یې شریکې کړئ موږ هم له ښاغلي روحاني سره شریکوو بیا هم یوه اړیکه لرو بینندې همیشګي مو وطن دوست به تماس هستن خوش آمدین آقای وطن دوست بله سلام علیکم سلام به شما و سلام به میهمان برنامه شما علیکم سلام بازم نگویم که باز گپ بی اسمات میزنیم از که یک از قطعش نظر شریف رفته بودم اما باور کنیم شما از این گوشا خیلی طرف دیگه یک رقم وضعیت سالنگا خراب است یک رقم وضعیت خراب است که به قابل گفتن نیست و دومش همی وزارت پایدامه اتاقهای دون کنن بنام اتاقهای زمستانی مگم باور کنین اونمو در برادرهای سالنگی ما یا برادرهای شنگانی ما هستن چوبا در استایشان چوبا که سالم رسا میشه و اشتر زده میشه که این قرآن تر آدم گذار میکنن وار میکنن چی میکنن چوب در استایشان هستن مثال موتر از ما یک دقیقه روز از گل شد ما سیم داخل اتاق اجازه کنیم یک دقیقه در زبان خود میگه نه بس ما اجازه نیست ما فینسر ما از خارج آمدیم نه گفتیم اگر پیسه بتیم اگر پیسه بتیم و گفت خود صحیح شد باور کنه نمیتر میگن یه اتاق های چی به مردم جور کردن که مثال مردم مشکل شد شد باور کنه به خدا قسم جا موضوع پیسه را مطرح میکنن و دوم شمی هست که به دروازه پلوخمری بله آقای وطن دوست قسمی که شما گفتین افرادی هستن در اتاقایی که اونجا ساخته شده به خاطر همین مسافرینی که از این راه عبور و مرور می داشته باشن این افراد و دقیقا کیها بودن؟ همی دیگه همی مردم ها کلش ما شما از یک وطن هستیم از یک افغانستان هستیم برادرای شمالی ما شما بود برادرای منطقه را یک منطقه را بشاخ میگن مربوط دولت بغلان سپاسگزار هستم از به تماس شما آقای وطن دوست فعلا یک میان برنامه کوتاه داریم خوش آمدین به برنامه مجله صبح بیننده ما روی خط تلفن با ما هستن داود از ولایت غزنی بفرمایین داود عزیز اگر صدای مرا دارین تماس شما برنامه وصل شده بفرمایین بله سلام علیکم شریفان احترامات برای خودت تقدیم میکنم برای زنده و سلامت باشین صدای تقدیم میکنم شما خوب هستین صحت شما خوب است شما زنده و سلامت باشین صدای تلویزیون تان پخش بکنین و یا موقع دورتری از پای تلویزیون تان انتخاب بکنین چون صدای شما کم به تاخیر به ما میرسه شما وضعیت سالنگا را میگین باور کنین از کابل تا غزنی یک قسم سرک است که بیخی به حد به اندازه خراب است سرک ها خراب است متاسفانه با یک دازگیری بسیار معمولی نیاز داره مگر کس نیست که مورا ترمیم کنه خواهش ما از وزارت فایدامه جناب سخنگوی پلیس که میلیون ها دلار مصرف شد مگر فعلا بر یک دازگیری ضروره برای یک کسی نیست که مورا دازگیری کنه ترمیم کنه جناب سخنگوی سه دو دفعه پیش هم که بوده که من زنگ دارم گفته که نه با زودترین فرصت کارش تدارکات خراب شده اما میتونه یک شرکت که داغگیری کنه جور کنه تعمیر کنه مگر چهار پنج ماه شد که حسابشان معلوم نیست لطفا برای ما یک روشنایی صحیح پردن کمی برای کس میتونه نمیتونه چرا نمیتونه یک داغگیری ضرورت داره باید جلو از امور بگیرن اگر خدای نخواسته خدای نخواسته بیشتر میشه داغگیری زیادتر میشه با سوق مجبور یک سرک نو جور کنن
سپاسگزار هستم از تماس شما داوود عزیز. حتما آقای روحانی گفتنی های در این رابطه دارن. پیل که ده وطن دوست پختنی په تړاو چې هغوی وویل په دغه لاره کې سفر لاره کبوی واو نه مخکې اونجا اتاقایی که تعیین شده به خاطر بوده باشه مسافر اینجا افرادی هستن که به یک نحوی میخواین استفاده جویی بکنن. تشکر. اتاقایی که در مسیر گذرگاه سالنگ ساخته شده اتاقای حالت استرار است که در حالت استرار پرسنل ما که در اونجا کار میکنن به طور 24 ساعته تحت نظارت رهبری وزارت فایدامه و همچنان شخص جناب جنرال صاحب رجب در اونجا در رسشان قرار داره، هیچ کارمندشان جرأت حرف زدن کردن نمیتونه اگر کارمند رسمی ما بوده باشه. و در مسیر شارا وقت خراب میشن ما در اونجا هم پرسنل خود وزارت فایدامه، ما یک سیستم ترافیک خود وزارت فایدامه داریم به خاطر بازنگه داشتن گذرگاه سالنگ. وقت که در اونجا این خودتان میفهمین که اگر یک ذره جدیت همکارای ما پرسنل ما در اونجا رفتار نکنه، یک ساعت بند ماندن تونل سالنگ زیادتر همتون از ما دوچار مشکل میشه. و ما اساس است که به طور جدیت در اونجا ما پرسنل ما عمل میکنه بتونه که گذرگاه سالنگ را باز داشته باشه. و در قسمت اتاق های کنکس برای همتون عزیز ما در حالت استرار که تمام تدابیرشون گرفته شده در اونجا، شخص جنرال صاحب رجب فعالیت خاص خود را داره در اونجا و هیچ کارمند جرأت کردن نمیتونه. اگر وطن دوست بتونه بگه که ما امروز خودم صحبت میکنم با جنرال سه، ولی جنرال سه من کاملا مطمئن هستم که هیچ پرسنل جنرال سه جرأت کردن نمیتونه و به طور صادقانه و شفاف در اونجا پیش میرن. و از لحاظ وضعیت که ما قبلا هم یادآور شدم، تخریبات که ما در اونجا داریم یعنی حدودا 70 سال قبل تونل سالنگ ساخته شده، بعد از 70 سال دقیقا که تخریب شده میره، ولی در اونجا اسفل جوابگو نیست. ما صرف فعلا در طی 3 سال رهبری حکومت وحدت ملی تنها از امکانات در دست داشته خود وزارت فایده ما در اونجا استفاده کردیم تا اینکه بتون مشکلات حل بکنیم. اگر ما او رو به طور اساسی بسازیم، این آهنگ کنکریت کنیم، اول شرط ما با دونر هم است، با مردم است که راه بدیل داشته باشیم که بتونیم شمال و جنوب با هم وصل کنیم. اگر به مو اساس است که فعلا سرک دوشی بامیان بخش دوم اول و ششمش کار شروع میشه و متباقی بخشش طبق هدایت جناب یاری صاحب که در فصل سرما ما سروی و دیزاینش تکمیل میکنیم، مراحل تدارکاتش تکمیل میکنیم، در فصل بخوب شدن هوا کارش رسما شروع میکنیم. سپاسگزار هستم آقای روحانی. فعلا یک تماس بینیدی ما رو پاسخ میگیم، بفرمایین. سلام علیکم. سلام با شما و مهمان برنامه. علیکم سلام، خوش آمدین. شنونده هستیم، پرسش و دیدگاهی اگر در رابطه با موضوع برنامه ما داشته باشین. تشکر. سوال من راجع به موضوع برنامه شماست. بفرمایید. به ارتباط سرک بدیل پیشتر مهمان شما اشاره کردن، یک شایع بود که قسمت سالنگ شمالی از راه دوشا تونالی از طرف کمپانی چین تر نظر گفته است که شده که با اولنگ می برای و شایع همه است که گویا از طرف بعضی همکارای خارجی افغانستان که عبارت از پیمانه مشترک فعلی ما و شماستن مانعه ایجاد شده. آیا یکت داره یا خیر؟ مشکل دومی که در راه سالنگ وجود داره است که علاوه از خراب بودن راه های سالنگ، امی اوتلایی که در اونجا ایجاد شدن اوتلای 303 و 404 مسافرین به گروگان گرفته میبرن در اونجا تا وقتی که در اون سازگاه اصلی نرسن توقف نمیکنن. اونجا غذاش هم دساب به کیفیت است و هم امتیازات و سهولت برای دریورا فراهم است. در این راستا میخواستیم نظر مهمان شما را داشته باشیم. سپاسگزار هستم. امین الله عزیز ولایت تخار به تماس شده بودین. آقای روحانی در رابطه با پرسشی که آقای داوود از ولایت غزنی داشتن در رابطه به می جاده کابل لا غزنی. تشکر. سلام دارم خدمت داوود عزیز و تمام دوستای بنهایت عزیز ما. داوود جان موضوع اشاره کرد که ما حدودا 3 ماه قبل گفته بودم که سرک ما ساخته میشه از کابل تا غزنی رو به طور اساسی. ما شما موضوع در نظر داشته باشیم، ما همیشه حقیقتا در طی 3 سال که در وزارت فایده ما بودیم صحبت های ما و رهبری وزارت فایده هیچ وقت شعاری نیست. دقیقا ما 3 ماه قبل گفته بودم، بیش از 3 ماه قبل گفته بودم که به خاطر حفظ مراقبت اساسی شورای عمومی افغانستان ما 4 میلیارد افغانی را
پیشنهاد کردیم به پارلمان کشور که ما بتونیم حفظ مراقبت بکنیم. از 4 میلیارد 1 میلیاردش به ما منظور شد. 1 میلیارد به 34 ولایت تقسیم کنین و تنها حفظ مراقبت جاری واجد نمر کفایت نمیکنه. چی رسد که ما حفظ مراقبت دوره‌ای بکنیم؟ هیچ. حتی هم قرضهای سالهای گذشته بودجه حفظ مراقبتی ما رو اونا پر نمیکنه. به ما اساس است که رهبری وزارت فایده ما تلاش بکردن که ما وارد مذاکره شدیم با دونر ما که بانک انکشاف اساسی بزرگترین دونر ماست. حدوداً 3 میلیون دلار به خاطر حفظ مراقبت اساسی شورای کابل قندهار و کابل جلال آباد دادن. در قدم نخست ما شورای حفظ مراقبت اساسی شورای کابل جلال آباد را آغاز کردیم، به خاطر اینکه در قدم اولویت پلان کاری خود قرار دادیم، چون تخریبات شورای کابل جلال آباد نسبت به کابل قندهار کمتر است. تا یک ما بتونیم از تخریبات بیشترش جلوگیری بکنیم، حفظ مراقبت سرک کابل جلال آباد را شروع کردیم که به خاطر حفظ مراقبتش به 3 بخش ما تقسیم کردیم. بخش اولش تکمیل شده، بخش دومش تحت کار است، بخش سومش فعلا تحت اعلان تحت مراحل تدارکاتی است. و بعد از تکمیل سرک کابل جلال آباد ما، ترمیم اساسی سرک کابل قندهار ما شروع میشه که فعلا 35 کیلومتر ما تکمیل شده. خب موضوع تدارکات موضوع تکنیکی نیست که ما برای یک روز که گپ بزنیم برای یک ماه دو ماه تطبیق شه. او سروی کار داره، بعد از سروی مشکلات محیط زیستی داره، مشکلات اجتماعی داره، از اون مشکلات دیگه داره، بعد اونج بیان داوطلبی آزاد سپرده میشه، بعد شرکت هاست که آفرشون مشکل داره، بعد شرکت هاست که واجد شرایط نیست. یعنی یگانه دلیلی که این سرک رو به خرابی هست قسمی که با آقای داوود گفتن کمبود بودجه است. خود در مجموع سرکی که ساخته میشه بعد از 5 سال کنار حفظ مراقبت جاری و عاجل حفظ مراقبت دوره‌ای شه. سرک کابل قندهار ما در طی سال 2002 ساخته شد تا حال حفظ مراقبت هم در مجموع هم مسیر میگیره. کابل قندهار ما تا حال این در طی 16-17 سال هیچ حفظ مراقبت دوره‌ای نشده، بنا آن طبعا مشکلات بودجه‌ای بوده، ولی در گذشته در حکومت قلب توجه در قسمت ساخت سرکا داشته و در قسمت حفظ مراقبتش وجود نداشته بوده، ولی رهبری وزارت فایده ما فعلا جناب یوریس توجه بیشتر در قسمت ای داره که ما سرکای در کنار سرکای جدید خود میسازیم، در قسمت حفظ مراقبت اساسی سرکهای خود داریم. به ما اساس است که فعلا 30 کیلومتر ما آماده تدارکات است، 100 کیلومتر ما سرویش تکمیل شده در مسیر شورای کابل قندهار و فعلا هم تیم 4 تیم سرویار ما در از زابل الی قندهار فعلا مصروف سروی است که در فصل با خوب شدن فصل هوا ما ترمیم کار شروع میکنه و داوجان گفتن که به ترمیم بسیار سطحی نیاز داره. سرک های کابل قندهار ما شما رو ما در صفحات اجتماعی فیسبوک میبینیم که بدبختانه از پلان حفظ مراقبتی خارج شده، به اعمار مجدد نیاز داره. اگر ترمیم حدودا 30 میلیون دلار بگیم 20 میلیون دلار 20 میلیون دلار ما با بودجه حفظ مراقبتی تو جاخ وقت دونر با ما هم کار نباشه. یعنی بعد از کابل جلال آباد راه کابل قندهار و بعد از کابل قندهار به تعقیبش قندهار الی هرات و کلش توسط معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی در پلان اولویت بندی شده و طبق همون پلان های خود ما کارهای خود را شروع میکنیم و دونر با ما متحد است که بتانیم تمام پروژه های خود تطبیق کنیم. سپاسگزار هستم آقای روحانی. یک تماس داریم، احمد شاه عزیز ولایت هرات به تماس شدن، بفرمایید. احمد چه عزیز اگر صدای مرا دارین بفرمایین. بله سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم همشیره جان، سلام برای مهمان شما. درباره یعنی کابل قندهار سرکش من معلومات میگیرستم که بیاد از جان کل گپا را زد. ما گفتیم که همی کدام مؤسسه صحیح را چی کنن که مؤسسه سابقه خوانمو تو سرک جور کرد که همی هر چی حادثه ها میشه و از تاثیر اینمی سرک هست کلش جدی داره. سپاسگزار هستم از تماس شما. احمد شاه از ولایت هرات با تماس شده بودن. در نخست میپردازیم به پاسخ آقای امین الله که از ولایت تخار با تماس شده بودن در رابطه با سرک بدیل سالنگ پرسیدن و همچنان مانعی هایی که در این راه قرار داره در رابطه با اونا پرسیدن، نمیدونن گفتن که شایع است یا چنین موردی قد داره. در قدم نخست در سخنهای خود ما فرمودم که رهبری وزارت فایده ما سه طرح داشت. طرح اولیش رای بدیلی تونل سالنگ بود، سرک دوشی بامیان است و طرح دومیش مطالعات اساسی تونل فعلی سالنگ است که به اعلان داوطلبی سپرده شده، فعلا شرکت های بین‌المللی تحت ارزیابی قرار داره و بعد از ارزیابی نظر به هدایت جناب یوریسپ که در فصل سرما مطالعات خود را انجام بده، چون بیشترین مشکلات در تونل فعلی سالنگ ما در فصل سرما داریم
که مطالعات خود رو تکمیل میکنه و بودجه شدن 5 میلیون دلار بانک جهانی به یک پکیج در یک بسته به خاطر ساخت شورای بدیلش دوشی بامیان و ترمیم اساسی تونل سالنگ فعلی ایره بانک جهانی تمویل میکنه. از لحاظ بودجه ایش مشکل نداره. و طرح سومی ما تونل جدید سالنگ بود که تونل جدید سالنگ قبلا اداره محترم USAID مطالعات ابتدایی خود را کردن بودن که اینا 6 طرح به وزارت فایدامه پیشنهاد کرده بودن که 6 طرح اونا 3 طرحش مورد تایید وزارت رهبری وزارت فایدامه قرار گرفت که البته مطالعات ابتدایی بودن. بعد وزارت فایدامه طبق پلانی که ما داشتیم این را ما به اعلان داوطلبی بین المللی سپردیم که دونر ما بانک انکشاف آسیایی است. فعلا هم شرکت بین المللی اسمک استرالیایی برنده مطالعات است، مطالعات اساسی تونل جدید سالنگ که فعلا هم مطالعه میکنه و دونر ما که بانک انکشاف آسیایی است متحد است که بعد از مطالعات اساسی تونل جدید سالنگ هزینه ساختشان به دولت افغانستان بر ملت افغانستان میپردازد و طرح بیشتری که ما داریم از 3 طرحی که یوسید به ما داده از 6 طرح 3 طرح شدن و از 3 طرح بیشترین احتمال طرح نهایی از اولنگ تا با دوشاخ به طول 12 کیلومتر تونل شاید نهایی شود. فعلا هم ما تحقیق گفته نمیتونیم که مطالعات اساسی جریان داره در ساحه و هیچ موانعات در قسمت وجود نداره. بناهن طرحی که ما داریم در 3 طرح خود موفق بودیم و دونر ما هم در قسمت بدین تونل سالنگ فعلی و هم در قسمت طرح اساسی تونل سالنگ فعلی که بانک جهانی است متحد است که رو ما تکمیل میکنیم و در قسمت تونل جدید سالنگ که بانک انکشاف آسیایی به ما متحد است فعلا هم بانک شرکت بین‌المللی اسمک استرالیایی مطالعات با پیش میبره و بعد از مطالعاتش کار اساس البته او پلان دراز مدت است. باز هم همتون عزیز ما فکر نکنن که در طی یک سال دو سال ساخته میشه. و بینظیم به اسم امین الله در رابطه با مانی هایی که در این راه قرار داشتن گفتن آیا حقیقت داره کنجا مانی ها قرار فعلا ما هیچ کدام مانی از هیچ طرف نداریم و در رابطه با هتل هایی که اونا گفتن در اونجا هست امکانات از زیر نداره که هتل ها کس مربوط به شخص هست مربوط به حکومت نیست ساختش ده. و مطرار که اونا یادواری که مسافربری مربوط به همکار عزیز ما قوان صاحب از وزارت ترانسپورت است که اونا برشان روشنی خواد بپردازه و در قسمت گذرگاه سالنگ صرف بازنگه داشتن شورای سالنگ و در حالات های استرار جابجا کردن هموطنان عزیز ما تو اتاق های استرار این مربوط به سپاسگزار هستم از شما. فعلا یک تماس داریم. جاوید از ولایت بدخشان به تماس شدن، بفرمایید. سلام علیکم فرجان، صبح شما بخیر، صبح میمون عزیزتون بخیر. من میمون عزیز شما سوال داشتم. همی سرکی ولسوالی بارا که اینا اشکاشتم کارش یک مدر زمان پیش شروع شده بود ایشا و روز ما که از تاریخ ما که رفت ما دیدیم کاری از این صبح کندی پیش میره کارشم به توافی خفتی را. من گفتم از میمون برنامه شما پرسان بلیم که به چی خاطر کاری از این صبح کندی پیش میره بود. سپاسگزار هستم از تماس شما جاوید عزیز. فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. مجدد شما بیننده برنامه مجله صبح از تلویزیونی یک هستید. پلهای ارتباطی ما در این برنامه 0791 300 654 و اگر تماس شما رخ نمی شود یا مشکل دیگری دارید می توانید سری بزنید به نشانی فیسبوک ما در برنامه /onetvmorningmagazine و یا به این مجله صبح بنویسید و کامنت هایتان را با ما در میان بگذارید. ما هم با میمان ما در برنامه به خانش می گیریم. فعلا میریم به یک تماس داریم. نور محمد از ولایت جوزجان به تماس شدن، خوش آمدین، بفرمایید. بتمن از ولایت جوزجان. اجمل از ولایت جوزجان. بتمن. بله بفرمایین. صدای مرا اگر دارین خواهش میکنم لطفا صدای تلویزیون. با هر دیادت اسم سید محمد بتمن از ولایت جوزجان است. بله سید محمد پتمن، شما را بازم خوش آمد میگم. به صدای تلویزیونتان پخش بکنین، بعدا پرسش و دیدگاهی اگر داشته باشین بفرمایین. آه.
متاسفانه تماس از اینا را از دست دادیم چون صدای تلویزیون شان پخش بود. در وقتی که تماس میگیرین با برنامه صدای تلویزیون تان پخش بکنین و یا موقعیت دورتری از صدای تلویزیون تان انتخاب بکنین، بعدن بپردازین به پرسش و دیدگاهی که در رابطه با موضوع برنامه ما دارین. میپردازیم به پاسخی که پاسخ سوال آقای احمدشاه از ولایت هرات به تماس شده بودن، اونا در رابطه با چگونگی طرح و دیزاین جاده کابل کندهار گفتنی داشتن. دقیقا سرک کابل کندهار در سال 2002 توسط جامعه جهانی با بخش های مختلف با شرکت های مختلف بین المللی قرارداد شده بودن تا سال 2006 تکمیل شد. خب بعد از او حفظ مراقبت اساسیش نشده بودن. طبعا وقتی حفظ مراقبت اساسی نشده و او موتورایی که خلاف نرم استاندارد در اینجبار گیری میکنه و طبق مقرره حق العبور که در مقرره حق العبور ما در فیت اکثر نورتون مجاز است که اونا بارگیری نمیکنه، با این تخریبی بعضی موضوعات دیگه هم داره که چندین موضوعات است که با این تخریبیشان صورت گرفته و این بار به خاطر حفظ مراقبت اساسیش البته این به اعلان دعوت طلبی باز سپرده میشه. البته دونر ما بانک انکشاف اساسیست طبق پلان و پالیسی که دونر ما داره اگر پروژه ما از 5 میلیون دلار بالا شود هزینش بناهن او بیران دعوت طلبی ملی و بین‌المللی سپرده میشه. هم بتون شرکت های داخلی اشتراک کنه و هم بتون شرکت های بین‌المللی اشتراک کنه و در قسمت انتخابش نه تنها وزارت فایده عامه بلکه 4-5 ارگان دیگه در رول داره که از همه مهمتر رول اساسی رو دونر ما بازی میکنه. برای دونر ما مهمتر از همه کیفیت، نوعیت، وقت و زمان پروژه ماست. با مو کیفیت طبق ماده قرارداد به پایان برسه. بنا ان نظارت دقیق خود وزارت فایده عامه داره و همچنان دونر ما داره. اگر هموطنای عزیز ما علاقمند باشه، چون وزارت فایده عامه وزارت راز و پالیسی ساز نیست. سپاس با آقای روحانی. در رابطه با سوال جاوید از ولایت بدخشان، جاده ای که از قسمت باره الا اشکاشم میرسن، چرا گفتن کار ساخت سازی با کندی پیش میره؟ سرک بهاره که اشکاشم تا که هموطنای عزیز ما در ولایت بدخشان در جریان هستن که قبلا توسط یک شرکت قراردادی پیش می رفت که بعد از اینکه رئیس شرکت به شهادت رسید یک مقدار مشکلات را در اونجا اونا با وجود آمدن، چون یک صدکه با وجود آمد. از لحاظ قانونا هم وقتی ما و شما یک کار پیش می بریم از لحاظ دعوای داخلی که می داشته باشن دعوای حقوقی بنا ان یک مقدار وقت زمان گیر می باشه، چون شرکت رئیس شرکتش که فوت کرد و بعد از وفات رئیس شرکت یک مقدار تاخیرات در اونجا با وجود آمد تا که ما بتانیم که از لحاظ قانونی بتانیم که شرکت دوباره کارهای خودش شروع بکنه و بعدا هم یک شرکت دیگه یک رئیس دیگه کارهایی که پیش میبره رئیس یک شرکت خصوصی کارش از خود سرک 100% تکمیل شده. همانطور عزیز ما در جریان است ولی صرف یک پایه پول در قسمت باقی مانده کار فعلا هم در بالای یک پایه پول جریان داره و خود سرک تکمیل است، کاملا تکمیل است. ولی بدبختانه میشه که گلایه بگیم از هموطنای عزیز ما در ولایت بدخشان که به خاطر منافع شخصیشان به خاطر زمین تطبیق پروژه ما یک انجینر سایه ما به حالت زده بودن که در حالت کما رسیده بودن به خاطر منافع شخصیشان. بنابراین ما خواهش میکنیم که وقتی که سرک رو ما تطبیق میکنیم مربوط به شخص جلوت ما پرست جمهور جلوت ما پرست جرایه و وزرای کابینه نیست، مربوط به ملت افغانستان است و طبق خلاف ماده قرارداد هیچ وقت عمل در اونجا صورت نمیگیره. بنابراین امیدوار هستیم که به خاطر منافع شخصیشان مشکلات را به شرکت قراردادی ما ایجاد نکنند. و در رابطه با گفتنی های آقای پتمن، سوالات پتمن صاحبی چون نگرفتیم باشه، فعلا یک تماس داریم بریندی ما بازم روی خط تلفن هستن. خوش آمدین، بفرمایین. متاسفانه تماس اینا قطع شد. شما هم اگر خواسته باشین فرصت به شما شکل گرفته تا به گونه زنده و مستقیم با برنامه خودتان تماس بگیریم و در رابطه با چگونگی شارای سالنگ، وضعیت شارای سالنگ، پرسش ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارین. اگر تماس شما رخ نمیشه و بنابر دلیل دیگه میتونین سری بزنین به فیسبوک برنامه ما /onetvmorningmagazine و یا به در مجله صبح بنویسید و پای پست مرتبط به موضوع برنامه ما نظرتان با ما در میان بگذارین. یک تماس داریم، عبدالمجید از ولایت کندوز به تماس شدن. خوش آمدین آقای عبدالمجید. کندوز تخار، باور به من نکن به خدا که یک کراشیوانه که دو کیلو تنور هم در پیش ریش مانده سودا کرده یک دانه جمع پده می پیش ری خود جور کرده. پوستای امنیتی رسایی کنی که بیخی پوستای خود در موبین سرک جور کردن که یک دانه زرنج و یک موتر یک گریتر صدانه نتانه. سوال شما دقیقا در رای کندوز تخار بود؟
بله برای کندوز تخار باور به من کو به خدا کو که یک کراچیوانی که یک کرید کینو را موقع سودا میکنه یک دانه جام در پیش کراچی جور کرده. سپاسگزار هستم از تماس شما. از ولایت کندوز بینیدیم و تماس داشتن. خب نظر به سوال دوست عزیز ما عبدالمجید از ولایت کندوز، کراچی طبعا در مسیر جایدادهای وزارت فایدامه قرار نمیگیره، مربوط به شهروالی محترم کندوز است و در مسیر شهرهای عمومی که ما داریم از کندوز که حرکت میکنن طرف کابل میان، خارج از ولایت مربوط به وزارت فایدامه است و هر جمع که در اونجا باشه خلاف نرم استاندارد مسیر شهرها است و در هیچ شهر در مسیر شهرها رهبری وزارت فایدامه رؤسای فایدامه مربوطه ما اجازه برشان نمیده که خلاف است حقیقتا، چون در داخل شهر مربوط به ما نمیشه، میتونه که با سخنگوی محترم شهروالی هم شهر صحبت کنند که اونا بتوان دو قسمت دیدگاه خود داشته باشند. بله، آقای روحانی، اجاده سالنگ که از تاجکان جبل سراج خراب است تا خنجان، چرا در این سالها به خاطر بسازی ازی اقدامی نشدن؟ در قسمت که شما داوری کردین از لحاظ اقلیمی قطعا مشکل است که ما در اونجا بتوانیم که اسفل جوابگو باشه و در این مسیر تنها میتونه که آهن کنکریت جوابگو باشه. بناهن اگر ما آهن کانکریت در مسیر پرتیم یا در طی سالهای گذشته انداخته می شد، بناهن رای بدیلی نداشتیم. آهن کانکریت طبعا انداخته شود حدودا یک سال الا دو سال در بر می گیره که مسیر باید بروی ترافیک مسدود شود. آیا بدون رای بدیل امکان نداره؟ اگر بدون رای بدیل ما بکنیم، بناهن دونر با ما هم کاری نمی کنه. وقت دولت نخواهد کار نمی کنه و دومن هم دونر هم ما نمی تانیم پیدا کنیم. برای دونر هم بسیار مهم است که ما بتانیم مشکلات های هماتانه عزیز خود مرفوع بسازیم و در کنار رو بتانیم که حفظ مراقبت اساسی گذرگاه سالنگ را. ولی کاملا در این طول 3-4 سال به مخروبه تبدیل شده. پس در طی 3 سال رهبری حکومت وحدت ملی چیز اقدامات که ما کردیم حقیقتا از در داخل خود تونل سالنگ هیچ نوع مشکل نداریم، چون هر بار رسیدن فصل سرما با امکانات و در دست داشته و مواد و روغنیات و ماشینری خود فایده ما اونجا استفاده میکنیم. هیچ قرارداد صورت نگرفته با شرکت های خارجی. فعلا طرح اساسی که ما داریم، ما بیشتر از کوشش میکنیم که امزم مصارف به جای جلوگیری بکنیم، به خاطر است که یک بار ما رو بسازیم به طور اساسی تر بسازیم. بنا آن طرح ما که سرک دوشی بامیان است، بخش اولش از طرف بغلان، بخش ششم از طرف بامیان، فعلا در روزای نزدیک کارش آغاز میشه و بنا آن به ما اساس است که مشکلات تکنیکی را ما باید در نظر داشته باشیم، امکانات هم در نظر داشته باشیم. مقدار جایی که مشکل داره در اونجا هماتون عزیز ما تردد میکنه، میبینه که در اونجا اسفالت نیست، توسط پرسنل شخص وزارت فایدامه و برهبری جنرال سهر رجب و رهبری وزارت فایدامه این ما تانستیم فقط سنگ فرش بکنیم. تنها در اونجا سنگ فرش جواب گوست. بنابراین که هماتون عزیز سنگ فرش اگر بگوید که در اینجا تخریب است، دیگه چیز در اونجا جوابگو نمیباشه با جز سنگ فرش. تشکر آقای روحانی. تماس داریم بینیده ماری خط تلفن با ما هستن، بفرمایین. فهیم عزیز، تماس شما به برنامه وصل شده، بفرمایین. تماس اینا قطع شد، یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. خوش آمدین دوباره به برنامه. یک تماس داریم بینده ماری خط تلفن با ما هستن، بفرمایین. مهربانی است سواری که خبرونی سر یوزای شویده کولا چه خبری بکی؟ سلام علیکم، غوالم خطل سلامون تاسو طول محترم و کتون کتا او دیدون کتا وران لکم زما در محترم ملمان یو دری سوال دی خدای دیدی که چه خفم بشی او دری سوال نزابون داده. مهربانی زما سوال یو داده چې په تیر وختونو کې ډېر محترم وزیر صاحبان راغلي دي او دې هم دې میلمه هم د قرارداد په هکله خبرې کوي. زما هدف دا ده که چیرې قرارداد وشي د نوي وزیر صاحب پلانونه د تطبیق په خاطر کښې راته وایي، ځکه ډېر خراب ده. موږ د کابل جلال آباد سړک ولیده چې سړک یې جوړ کړې، دوه میاشتې بعد خراب شو. د بختال سړک هم ولیده، بغلان کابل پل خمری جبری نرسی که خراب شد. دا اینده پرونه زیر متوایی که دا وزیر که سه پلان ندی او اکثر ملگیری دوم توان ندادا که دی شکایت کهی که موتر اوورلود دی. اوورلود هم دا فایدانی نمایندگان پسرکونه که ناس دی، ولی دا اوورلود موتر دیو نکیری دی.
دا دوم سوال ده. دریم سوال زما دا ده چې محترم ویلي چې موږ کانګریسي امکانات نه لرو، نشو کولی چې د مزار یا سالنګ سره کانګریسي کړو. دا ډېر امکانات لري، ولې دیو د ځان سره بعضې مشاورین بعضې مسلکي کسان نه مقرروي تر څو چې دا مشکل حل شي. که چیرې دیو بسته کال کې موږ نشو کولی چې ټول سرک په یو ورځ کې یا په یو کال کې تطبیق کړو، موږ کولی شو په څو فرصتونو تقسیم کړو، ولې دا پلان نه لري؟ ولی نه لطا استاسو لاری که منانه که ما خغالی روحانی با هرو مرو استاس پختنو تا زواب در کهوی میره بانی خغالی روحانی ده دوی درو پختنو پا تراو لمره دیرلند ده طولگت و وزارت پلانو پا تراو کوم نوی پلانونه په پام کې لري، ځکه چې دوی نیوکې لاره چې کابل جلال آباد لویې لارې کابل پلخمري دغه لارې سر دی چې جوړې شوې بیا هم خراب شوي. اولاً خو دا اولاً سوال ته څنګه چې زموږ دوست وویل، یعنې د وزارت پلانونه زه نسم کولی پر 15 دقیقه باندې لنډ خبرې وکړم، ځکه چې پلانونه هر یو قرارداد خپل بخش لري، هر پروسه خپل بخش لري. یعنې هغه سوالونه چې دوی ویل د کابل پلخمري کابل جلال آباد، ا د کابل پلخمري یو څه مشکلات د زموږ د هند انتقالي پروژه څخه دی، د وسنۍ پروژه نه ده. هغه هم د ټولګټ وزارت مکلفیت دا ده چې طبق مدای قرارداد شرکت باید هغه تطبیق کړي. یو څه ټول مسیر یعنې تقریبا 10 ورځې مخکې موږ هلته تللي وو، ټول مسیر مشکل خپل نه لري، فقط صرف یو قسمت مسیر د ګولایي دی، ګولایي دی چې هغه بغلان ته نږدې کېږي. هغه یو څه مشکلات درلوده چې هغه د ټولګټ وزارت د فني انجینران لخوا څخه ساحه ورته مشخص شو چې هغه طبق مدای قرارداد خپل مشکلات رفع کړي. که چیرې شرکت طبق مدای قرارداد خپل مشکلات رفع نه کړي، بنا شرکت بلک لیست کېږي. او د ټولګټ وزارت په تاریخ باندې پروسه شکل 12 متخلف کار شرکتونه بلک لیست شوه. یعنی دا بلک لیستونه ټول ادامه لري. بیا شخص جناب یاری صاحب د هیڅ چا پروا نه لري، د هیڅ کوم شرکت طبق مدای قرارداد وقت او زمان کوم دلایل بهانه ته بلی د پلانونو څخه یې ښایي موخه دا وه چې یعنې په تېرو کې دوی د پخوانیو وزیرانو هم یادونه وکړه چې ژمنې شوي خو کارونه بیا نه دي ترسره شوي. موخه یې دا وه چې یعنې کومې برخې کومې سیمې تاسو په پام کې لرئ څو د بیا رغونې لپاره یې کار وکړئ. رهبري حکومت وحدت ملي په وخت کې 2 وزیر صاحبان راغلی، یو شخص جناب بلیغ صاحب راغلی و چې ډېر تلاشۍ وکړل، او اوس جناب یاري صاحب ده چې ډېر خپل دواړه ډېر پاک او ډېر صادق وزیر صاحبان په د رهبری حکومت وحدت ملي کې ټولګټ وزارت وزیر دی، چې د هغه وخت نه تر دې خبرې هیڅ زموږ هموطن دا ادعا نه سي کولی چې دا شرکت خپل یعنی دا پروژه د کیفیت له لحاظ څخه مشکلات درلودل، یعنې خلاف ماده قرارداد و موږ تسلیم سوي یو. یعنې خوشبختانه هیڅ داسې موږ دغه نه لرو. یعنې همدا ده چې 12 شرکتونه چې هغه خلاف ماده قرارداد یعنې متخلف کارو ټولګټ وزارت پیشنهاد کړل وزارت، بله یعنی هغه کوم پلانونه او کومې چارې چې پر مخ لري هغه هغه لپاره هوډ هم لري او ژمنتیا لري. مننه کوم. او بل دغه د لوړ تونهج موټرونو په تړاو یې وویل چې په دغو لویو لارو چې تیریږي ولې ورته ستاسو هغه کوم یوازې ټولګټ وزارت په دې پورې نه دی، بلکې ټول زیرات ارګانات پکې شامل دی. وزارت محترم داخله کورنۍ چارو وزارت دی، ترانسپورت دی، تجارت دی، ریاست محترم عمومي ترافیک دی، وزارت معدن دی، ډېر یعنی ډېر ارګانونه موږ دلته لرو، یعنی ډېر طرحونه هم لرو. که چیرې موږ یعنی ځانګړې په تلي باندې یعنی پر لوړ وړونکو موټران باندې خبرې وکړو، هغه ډېر وخت به ونیسي. او اوسنی هم هغه زموږ طرح دا ده چې په ټولو لویو لارو کې هغه تلي چې په ټولګټ وزارت پورې مربوط و فعلا بنادر مربوط په وزارت محترم مالیه باندې، او نور یعنې 29 په اعتراضو هیڅ لویو لارو فعالیت نه کوي. دا په دې خاطر باندې که چیرې بیا هم یعنی دا موټران په همدې سیمه باندې تردد وکړي، د ترازوی سیار او ټیم سیار لخوا څخه دا نیول کېږي، بیا مستقیم د دې جواز سیار وزارت محترم بل یعنې اترې څارنه کېږي. او هلته موږ خپل ډېر پلانونه لري، یعنې زموږ یو پلان دا ده چې د ټول ترازوان د کمرې امنیتي سره وصل کېږي. یعنې هغه زه نسم کولی چې په 15 دقیقو باندې کاشکې په اول برنامه کې د زنګ ولو چې مغه ټول پلانونه ورته تشریح کړی وای. بلې، او د څالنګ تونل په تړاو یې پوښتنه لري چې ولې کانکریټ لپاره قیر نتیجه نه ورکوي. یو هم زموږ د سیداورې وکړه چې باید د ټولګټ وزارت تخنیکي مسلکي کسان، مسلکي کسان هم موږ لرو، تخنیکي هم لرو، امکانات یعنی تر حد د توان بشریت موږ امکانات هم لرو. هغه امکانات چې موږ لرو هر کار کې چې کوو، ارګانای عدلي، قضایي، پارلمان او ملت ته موږ جواب ګویو.
بناهن در فی کیلومتر در هر متر سرک سخه مرز خپل در کارکرد سخه عدلی و قضایی ارگانات جوابگوی هیچ سم مشکلات از مرز پا پروژه که نسته چینه اگر خلاف در قانون خلاف در تدارکات که بله او په ټوله کې به پلانونه مو څه دي د تونل سالنګ لوی لارې لپاره ځکه چې ژمی فصل دی واورو او بارانونو سره به مسافرینو لپاره ستونزې رامنځته کړي د څه کال لپاره پروش کال په 15 کال کې د پروش کال واوره نه وشوه یعنې خوشبختانه د ټولګټ وزارت رهبري یعنې جناب جنرال صاحب رجب وکولی شو چې هیڅ نو تلفات موږ هلته ونه لرو نه کوم خسارات او نه کوم تلفات او 6 کاله هم زموږ خپل باش پر چمتواله تل رو هیڅ نو مشکلات د خپل وطنوال سره نه مخامخ شو یو موضوع به په نظر کې ونیسو که چیرې کوم الته احتمال ده برف کوچی یا لغزش کوی هغه د سود خود لپاره د تونل سالنګ موږ مسوده و چې موږ وطنوال لپاره زیان ونه رسوي. مننه سپاسګزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سخنگوی وزارت فواید و من محمد مهدی روحانی بس مجله پنجشنبه روز ما هم در اینجا به پایان میرسد. بقیه برنامه های تلویزیون یک را همچنان بیننده باشید. بقیه روزتان خوش.